بازداشت و پخش اعترافات روح الله زم بازتاب گسترده‌ای در فضای خبری و سیاسی ایران داشته. در بیانیه سپاه پاسداران درباره بازداشت او خیلی سربسته از شگردهای امنیتی صحبت شده. این شگردها چگونه عمل می‌کنند؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه ایران. بازداشت و پخش اعتراف با اتهامات امنیتی در تلویزیون ایران حالا دیگر اتفاقی کاملا عادی است. اما اگر متهم کسی باشد که در خارج از مرزهای کشور به سر می برده، قصه شکل تازه‌ای به خود می گیرد. روح الله زم دست کم در 2-3 سالی که شبکه آمد نیوز را اداره می کرد در فرانسه بود. اطلاعات سپاه در بیانیه‌اش درباره بازداشت او آورده به داخل کشور هدایت و بازداشت شده. چطور او، کسی که خودش می‌دانست حتما تحت تعقیب دستگاه امنیتی کشور است و در اسفند ماه مستندی درباره اینکه گول یکی از عوامل دستگاه اطلاعاتی را خورده بود از تلویزیون ایران پخش شد، به داخل کشور هدایت شده. در برنامه امروز نگاه می‌کنیم به اینکه داستان روح الله زم و بازداشت او داستانی یگانه نیست. ما جزئیات و چگونگی بازداشت او را نمی‌دانیم، اما می‌توانیم به نمونه‌های دیگری از این دست نگاهی بیاندازیم. در برنامه امروز دو مهمان داریم: مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان، و بهنام قلی‌پور، روزنامه‌نگار از پراگ. اما قبل از شروع برنامه و صحبت با مهمانان، با امید منتظری همکارم صحبت می‌کنم که مطلبی در این باره در وبسایت بی بی سی فارسی هم نوشته. امید، اول به ما در مورد کیس‌های دیگه بگو، پرونده‌های دیگه‌ای که ما سراغ داریم در مورد افرادی که خارج از ایران بودند و دستگاه امنیتی ایران با اونها برخورد کردن یا بازداشتشون کردن یا به هر حال به نوعی اونها رو گیر انداختن. فرناز، همونطور که گفتی این اولین بار نیستش که ما مواجه میشیم با پرونده هایی که در واقع دستگاه امنیتی ایران تلاش میکنه مخالفان سیاسی رو به داخل کشور بیاره. سال 1367 برای اولین بار یه پرونده ای رو ما داشتیم در ترکیه که ابوالحسن مجتهدزاده، یکی از اعضای سازمان مجاهدین، رو نیروهای امنیتی ایران تلاش میکنند به داخل کشور بیارن. این جالبه که در خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی، در خاطرات دیماه سال 1367 او اومده، اینکه منوچهر متکی که اشاره میکنه آقای هاشمی رفسنجانی که سفیر ایران بوده اون موقع در ترکیه، میاد که گزارش بده در مورد مشکلاتی که برای نیروهای اطلاعاتی ایران به وجود اومده و اینکه یک اونجوری که اونها در واقع خطاب میکنن مجاهدین رو، میگن یکی از منافقینی که قرار بوده به داخل کشور بیارن، اونها موفق نمیشن اینو انجام بدن، این عملیات رو، و در یک ماشین دیپلماتیک آقای ابوالحسن مجتهدزاده بعد از اینکه چند روز بودش که روبوده شده بودش پیدا میشه و خب نجات پیدا میکنه. اما چند سال بعد، 4 سال بعد، کیس دیگه ای وجود داره، یک پرونده دیگه ای وجود داره، علی اکبر قربانی. در سال 1371 او در استانبول ناگهان ناپدید میشه. سازمان مجاهدین که اون موقع دفتر هم داشته در ترکیه، پلیس ترکیه رو در جریان قرار میده. چند وقت بعد جسد آقای قربانی پیدا میشه. آقای قربانی یکی از افرادی بوده که با مجاهدین در تماس بوده و در واقع بعد از اینکه روبوده میشه، اونجوری که بعدها دادستانهای ترکیه گفتن که به دست 2 نفر از نیروهای امنیتی ایران سپرده میشه، شکنجه میشه، در اونجا بازجویی میشه و او هم جسدش پیدا میشه در حالی که به شدت شکنجه شده بوده. سازمان مجاهدین میگه که برخی از اعضای بدنش قطع شده بود، ناخوناش کشیده شده بود و خلاصه یک کیس بسیار دردناکی بودش. این پرونده وقتی در واقع یکمی ابعادش روشن میشه که حدود سال بین سال 2002 تا 2004 داشتن رسیدگی میکردن به پرونده یک گروهی به اسم جنبش اسلامی در ترکیه. یک گروهی بوده که در واقع گروه غیرقانونی بوده، گروه اونجوری که حالا امروز اسم میبرن برانداز بوده و دادستانهای ترکیه میگن این از اینها تامین مالی میشدن از طرف ایران و در واقع اتفاقی که برای آقای قربانی افتاده اینه که نیروهای اطلاعاتی ایران اومدن اونو گرفتن و تخلیه اطلاعاتیش کردن. 3 سال بعد از اون ما یکی از اعضای ارشد سازمان فدایان خلق اکثریت رو داریم که در باکو رو بوده میشه، به ایران منتقل میشه، 6
سال رو در زندان میگذرونه و بعد آزاد میشه و خارج از ایران هست. نه، بعد آزاد میشه و در داخل ایران هستش، جزو معدود پرونده هایی هستش که در واقع سرنوشتش تا حدی هم روشنه. ولی بعد از اون ما میبینیم که یک دوره این در واقع آوردن مخالفان سیاسی به داخل کشور متوقف میشه، ولی در واقع از دهه 80 به بعد دوباره این کیسا شروع میشه. دقیقا همین ازت بپرسم، اگه بخوایم یه روندی رو طی بکنیم از سالهای آغازین در دهه 60 تا الان، آیا میشه گفت در دوره های این اتفاق بیشتر میافتاده، در دوره های کمتر؟ میشه مقایسه ای بکنی برای ما؟ اگه ما بگیم که سال 1371 زمانی که علی اکبر قربانی رو در واقع می‌دزدن، اون دقیقاً حول و حوش سال‌هاییه که اتحادیه اروپا فشار بسیار زیادی رو گذاشته روی ایران، کشورهای اروپایی سفرهای خودشون رو از ایران فراخوندن در رابطه با پرونده میکونوس که سه نفر از رهبران کرد و مترجمشون در رستورانی در برلین کشته میشن، دادگاهی در آلمان ایران رو به تروریسم دولتی متهم میکنه و دیگه خلاصه هزینه برخورد با مخالفان سیاسی در خارج کشور خیلی میره بالا. ما این چند تا پرونده رو داریم، پرونده هایی که روبوده شدن مخالفان سیاسی در دهه 70، ولی این یهو قطع میشه این روند حدودا از اواسط دهه 70 که هم در واقع بعد از ماجرای پرونده قطع های سیاسی زنجیره ای خود وزارت اطلاعات دچار مشکلی میشه، تصفیه هایی درش به وجود میاد و همین که فشار در واقع کشورهای اروپایی بودن، ولی از اواسط دهه 80 ما دوباره کیس های جدیدی رو داریم. فرود فولادوند رو داریم که انجمن پادشاهی رو بنیان گذاشتهش، بعد از اون عبدالملک ریگی رو داریم که اون هم در واقع پرونده پرسر صدایی بود، خیلی پرونده پرسر صدایی بود و این در واقع نشون میدادش که از اواسط دهه 80 دوباره آوردن مخالفان سیاسی به داخل کشور یک روندی میشه که دستگاه‌های امنیتی ایران پیگیری می‌کردن. اگه بخوایم مقایسه بکنیم اون اتفاقی که الان داره میفته با اتفاقی که در دهه‌های پیشین میافتاد، چطور می‌بینی این رو؟ در واقع اتفاق جدیدی که داره میفته اینه که دستگاه امنیتی ایران خیلی پر سر و صدا آوردن مخالفان سیاسی به داخل کشور رو تبلیغ میکنن، نمایش میدن. اگه یادتون باشه در مورد عبدالملک ریگی تصاویر پیاده کردن اونو از هواپیما نشون دادن، در خصوص به عنوان یک پیروزی دستگاه امنیتی، بله، در خصوص روح الله زم همین کار رو کردن. جالبه در مورد فرهاد ظاهری فر که مدیر عامل سکه سامن بود، وقتی که به عنوان یه فعال اقتصادی که کشور فرار کرده بود به گفته نهادهای قضایی ایران، وقتی که آوردن تقریبا تصویری که نشون دادن با چشمند اومد و خبرنگار صدا و سیما رفت باش مصاحبه کرد، خیلی شبیه اتفاقی بودش که تصاویری بودش که داشتن از عبدالملک ریگی نشون میدادن. قبلا این شکلی نبود. مثلا در پرونده عبدالله منصوری که در سوریه رو بوده شد، هلند فشار خیلی زیادی روی ایران گذاشت به خاطر اینکه عبدالله منصوری همراه تقریبا 6 نفر از همراهانش در سوریه بازداشت شد، به ایران منتقل شد، اونجا حکم اعدام گرفت، 5 سال در ایران زندان بود و عبدالله منصوری بعد از 5 سال از کشور خارج شد، الان توی هلند زندگی میکنه. ولی اون موقع مثلا حتی در مورد پرونده فرود فولادوند دستگاه امنیتی ایران خیلی تبلیغاتی عمل نمی‌کردن به خاطر اینکه به هر صورت دستگاه دیپلمات که ایران هم تا حدی درگیر این ماجراها بود، مثل پرونده‌ای که در مورد منوچهر متکی و آقای مجتهدزاده گفتم، به خاطر اینکه فشار رو میذاشت رو دستگاه دیپلماسی ایران. برای همین این تفاوت هست که این روزها خیلی پر سر و صدا این رو در واقع به نمایش میذارن. متشکرم امید منتظری. اگر علاقمند هستید مطلب امید رو هم میتونید توی وبسایت ما پیدا بکنید و بخونید. تیترش رو فراموش کردم بذارید بخونم اینجا: دستگیری زن مخالفان حکومت ایران در خارج از کشور چگونه روبوده میشه. مطلبی هست که امید منتظری نوشته. متشکرم امید. اما یک بار دیگه ما تاکید بکنیم، ما در مورد اینکه چطور آقای زم بازداشت شده و به ایران رفته هیچی نمیدونیم، یعنی جزئیاتی هنوز دست کم نمیدونیم به طور متقن که بخوایم در موردش صحبت بکنیم. آقای مهدوی آزاد، به نظر شما بازداشت آقای زم چه چیزی به ما میگه در مورد او؟ چرا وزارت اطلاعات یا بخشی سازمان های اطلاعاتی سپاه، وزارت اطلاعات در این قضیه به نظر نمیاد درگیر شده، دستگاه اطلاعاتی سپاه به چه دلیلی او رو به این شکل به داخل ایران برگردونده؟ ببینید، شهرام جزائری متهم اقتصادی بود، فرار کرد توی روستای در عمان گرفتنش. عبدالملک ریگی هم رئیس جندالله یه گروهک تروریستی بود، با عملیات پیچیده گرفتنش. اینجور کیس ها اجازه بدید بگذاریم کنار.
اینها رو که میگذاریم کنار، ما یه پرونده پروژه بسیار بزرگی داریم به نام پروژه ارعاب، ترسوندن مخالفین. اگر شما سه دهه گذشته، چهار دهه گذشته رو نگاه بکنید، ببینید سه دسته، سه گروه آدم همیشه مورد هدف بودن. گروه اول کسانی که به اسلام، نه به مقدسات شیعه، اهانت میکنن و حمله میکنن. مورد معروفش فتح الله منوچهری، فرود فولادوند بود که آقای منتظری گفت، تلویزیون یور تی وی. و دومیش هم شایان کاویانی، اصغر کاظمی که در لس آنجلس برنامه‌ای داشت، هر دوشون گفته میشه روبوده شدند، نهادهای حقوق بشری هم میگن روبوده شدند، از اطلاعی از دست در دست نیست. گروه دوم کسانی که لابلای معادلات سیاسی داخلی ایران له میشن، یعنی در واقع نقشی در معادلات سیاسی داخلی ایران دارن. یه نمونهش احمد کاظمی پسر، احمد رضایی پسر آقای محسن رضایی که اماراتی ها میگن ایرانی ها او رو کشتن. نمونه دیگه‌ش هم عباس یزدانپناه هست، سال 2013 در ماجرای فسادهای نفتی ایران گفته میشد دست داره، نزدیک بود گفته میشد به خانواده هاشمی رفسنجانی، که بعداً دادگاهی در امارات اومد 6 ایرانی رو متهم کرد به حبس ابد، گفت اونو بیهوش کردن از شارژه بردنش ایران و اون هم مسلمشش رو نمیدونیم. اما گروه سوم میشه مخالفان سیاسی. دیگه فرقی نداره شما این ماجرای مخالفان سیاسی رو نگاه کنید، از ترور بختیار میتونید شروع بکنید، ترور کاظم جعفری، کاظم رجوی، بیاید تا چپ‌ها، کردها و نهایتاً فرشید علوی تیر ماه سال گذشته در کردستان که کشته شد. بعد پلیس ترکیه گفتش که میخواستن رو بدزدن چون نتونستن کشتنش، و نهایتاً آقای روح الله زم. ببینید، پروژه سیاسی است، ارعاب مخالفین. بستگی داره که هدف دستگاه اطلاعاتی چی باشه. جایی که هدف دستگاه اطلاعاتی حذف طرف هست یا نمیتونه اون رو بدزده، خب بدون تردید رو میکشه. حالا اگر بخواد پیغام بفرسته، مثل ماجرای فرخزاد در همین بن آلمان، اون رو کارداجین میکنن، مثل قطعه زنجیری در داخل ایران میخواد پیام بفرستن. در غیر این صورت، در واقع اگر هدف از هم پاشوندن یک شبکه باشه یا فرستادن یک پیام، سعی میکنن اون رو به داخل بیارن. اینجا آقای روح الله زم خواسته یا ناخواسته تبدیل شده بود به نمادی از بخشی از جریان سرنگونی طلب، مخصوصا بعد از اعتراضات دیماه 96. مهم این است که در هر سه حوزه که من گفتم، یعنی علیه مقدسات شیعه، معادلات داخلی یا مسئله تهدید داخلی، دستگاه امنیتی احساس خطر میکنه. بنابراین رولزم در اصل قربانی این احساس خطر شد. آقای قلی‌پور، به نظر شما چقدر واقعا آقای زم نمونه های اشاره کردند آقای مهدوی آزاد که او به این به دلایلی ممکن بود که اهمیت پیدا کنه برای دستگاه امنیتی در داخل ایران، اما فکر میکنید دلیل اصلی چه بوده؟ با توجه به اینکه بسیاری از فعالان سیاسی اصلا آقای زم رو جدی نمی گرفتن، بعضی از مصاحبه های او مایه دستمایه خنده بود، از جمله مصاحبه که در مورد داشتن جن در مقام های جمهوری اسلامی گفت و بسیاری از افراد او رو در واقع مضحکه می کردن به خاطر این حرفا، چرا پس برای دستگاه امنیتی ایران اینقدر او مهم شد؟ من پروژه کانال آمد نیوز و آقای روح الله زم رو کاملا یک پروژه سیاسی امنیتی کهنه یا تاریخی در جمهوری اسلامی می‌دونم، به این معنا که سازمان‌های اطلاعاتی همیشه در جمهوری اسلامی با هم اختلاف‌های شدیدی داشتن. به طور مثال در زمانی که آقای خاتمی به قدرت رسید و قتل‌های زنجیری رخ داد، تقابل بین در واقع حفاظت اطلاعات ناجا و وزارت اطلاعات و سایر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با دولت آقای خاتمی تقریبا خودشون نشون داد با این قتل‌های زنجیری. اتفاقی که بعد از قتل‌های زنجیری افتاد، مجلس ششم یا اطلاعاتی که در مورد مسائل مهم بود، دو جریان اصلاح طلب که در دولت آقای خاتمی بودن و جریانی که در سپاه یا قوه قضاییه و حفاظت اطلاعات ناجا بود، در واقع تلاش برای در واقع افشاگری اسناد رو شروع کردن. اصلاح طلب ها اسنادشون رو به خارج از ایران، برخی از اسنادشون رو به خارج از ایران میفرستادن و این اسناد مربوط به قطعه زنجیری بود یا تخلفاتی بود که در نهادهای حاکمیتی رخ میداد. به طور مشخص یک سایتی بود به نام
سایت مرور که اسناد رو منتشر میکرد. اولین بار این سایت بود که اسناد مربوط به قتل‌های زنجیره‌ای و اعترافات رو منتشر کرد و حتی فیلم‌ها رو منتشر کرد. در مقابل جریان محافظه‌کار یا جریانی بودش که مخالف آقای خاتمی بود، یک سایتی رو در واقع راه انداختن به نام یک خبر که اون زمان آقای پور محمدی مسئولیت این رو داشت که در صدا و سیما یک مسئولیت مهمی داشت که بعد در واقع مبتکر باشگاه خبرنگاران جوان شد که در واقع رسانه امنیتی بود. بعد ما در واقع میاییم در دوره دوم آقای احمدی نژاد میبینیم که سایت های نزدیک به آقای هاشمی هستن که اسناد و مدارکی از تخلفات آقای احمدی نژاد منتشر میکنن. بعد عبور میکنیم وارد دوره اول آقای دولت آقای حسن روحانی میشیم که سال 93 اولین بار در واقع همین آقای زن با روابطی که با دولت آقای با افرادی آقای هاشمی داشت اقدام به انتشار مشخصات خانه های تیمی سپاه پاسداران در تهران کرد که خیلی جنجال بپا کرد. تصور من اینه که بعد از اون در واقع احساس کردن که آقای زن باید از ایران خارج بشه و ادامه تقابل های اطلاعاتی بین دولت امنیتی آقای حسن روحانی و سیستم اطلاعاتی سپاه باید خارج از ایران دنبال بشه. من متوجه نشدم، یعنی شما دیروز تلویزیون بی بی سی فارسی در برنامه 60 دقیقه مصاحبه داشت با ایرج مستاقی. ایرج مستاقی، من از همون در واقع عبارتی که آقای مستاقی استفاده کردن استفاده میکنم، میگفت آمد نیوز فاضلاب اطلاعاتی دستگاه اطلاعاتی بود که علیه همدیگه هرچی میخواستن به او میدادن و او منتشر میکرد. آیا شما هم همچین چیزی میگه یا معتقدید که نه، او در واقع برای اطلاع رسانی از طرف یکی از این گروه ها میکرد؟ ببین، من هم بر این اعتقادم. پروژه آمد نیوز یک پروژه قدیمی بود که در داخل اول پیگیری شد، بعد در خارج از ایران پیگیری شد. آمد نیوز در طول 3 سالی که فعالیت میکرد به در واقع تواتر و به در مقاطع مختلفی در واقع ابزار یک نهاد در واقع امنیتی و اطلاعاتی در داخل ایران میشد، به این معنا که مستقیم یا غیر مستقیم این نهادهای اطلاعاتی برای اینکه رقیب خودشون رو بزنن این اسناد و مدارک رو مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار آقای زم قرار میدن و آقای زم هم اینها رو احتمالاً بدون تحقیق منتشر میکرد اگر جدید بود یا اگر در واقع درست بود. در واقع نکته اساسی در مورد کانال آمد نیوز این هستش که سپاه پاسداران، قوه قضاییه، نهادهای وزارت اطلاعات و نهادهای مهم حاکمیتی و دولتی با دستگیری آقای زم الان در معرض اتهام همکاری با ایشون هستن احتمالاً. ولی صحبتتون جالبه آقای قالیپور، ولی یه چیزی که ما الان میبینیم این هستش که در واکنشی که از داخل ایران میاد یک سرخوشی از طرف تمام گروه ها به نوعی میبینیم، انگار که مثلا بعضی از اصلاح طلبا در مجلس تبریک گفتن، بعضی متوجه هستید چی میگم؟ من منظورم این هستش که لزوما میدونیم که به هر حال مثلا روزنامه جوان آقای عبدالله گنجی خیلی در واقع روشن نوشته و احساس ابراز خوشحالی کرده، ولی گروه های دیگری هم ابراز خوشحالی کردن که در تضاد با هم قرار میگیرن به نوعی. این رو چطور میبینید؟ ببینید، تقریبا 24 ساعت از زمان دستگیری آقای اعلام ربایش دستگیری آقای زم گذشته، وزارت اطلاعات سکوت کرد، دولت مشخصا دولت آقای حسن روحانی سکوت کرده، در حالی که 2 ماه پیش وزارت اطلاعات اعلام کرد که 17 جاسوس رو بازداشت کرده. فردای اون روز حفاظت سازمان اطلاعات سپاه پیام تبریک فرستاد برای وزارت. اما وزارت اطلاعات آقای روحانی اون سکوت کرده، تو الان هیچ واکنشی نشون نداده، به غیر از آقای شبخانی که در واقع یک پست فرادولتی داره. آقای حسام الدین آشنا امروز یک توییت بسیار معنیداری کرده، هشدار داده که از بازداشت آقای زم احتمالاً پروژه گانده 2 در خواهد آمد و اتهامات جدیدی متوجه دولت آقای حسن روحانی خواهد شد. بخشی از این در واقع نگرانی به نظر من درست هستش. سپاه پاسداران طبیعتاً و بر اساس تقابلی که با دولت آقای حسن روحانی داره قطعاً اقدام به انتشار اسناد یا مدارکی خواهد کرد که نشون میده یا مدعی این هستش که آقای زدم با نفوذی‌های
دولت آقای حسن روحانی در ارتباط بوده و احتمالا ما در آینده نچندان دور شاهد دستگیری ها و بازداشت‌های گسترده در این زمینه خواهیم بود. آقای مهتبی آزاد، این شگردهایی که ازش صحبت میکنند چه هست؟ آیا برای ما به عنوان کسانی که به هر حال بیرون از این ماجراهای اطلاعاتی میخوایم نظاره گر باشیم، روشن هست که این شگردها چی میتونه باشه؟ بذارید یه توضیح در مورد حرفای آقای قلی‌پور بدم. حرفای خیلی مهمیه، چون الان در شبکه‌های مجازی هم ما می‌بینیم هزینه دستگاه امنیتی در سازمان اطلاعات سپاه دارن کم می‌کنن، میگن مال خودشون بوده، حالا خودش برگشته ایران. اصلا مطلقاً چنین حرفی رو قبول ندارم. آقای میرج استاقی رو، ایرج مستاقی رو به عنوان یه پژوهشگر معتبر من قبول دارم، ایشون رو بهشون بسیار احترام دارم، منتها مطلقاً این تحلیل رو قبول ندارم. اگر منظورتون این هستش که بخش‌های مختلف اطلاعاتی در ایران بر اثر رقابت‌های اطلاعاتی درز اخبار می‌دادن در آمد نیوز، خب اساسش تردیدی نیست. احمدی نژادی‌ها بعضن بخش از اخبارشون رو می‌دادن به آمد نیوز، از چه طریقی نمی‌دونیم. چپ‌ها هر از گاهی می‌دادن، سپاه هم هر از گاهی میداد، منتها اینا کانال‌های خودشون رو هم داشتن. خبر ویژه مربوط به خانه‌های تیمی سپاه علیه دولت روحانی اولین بار در سایت‌های نزدیک به آقای کروبی منتشر شد، ندادن به آمد نیوز. ده‌ها خبر ویژه هست که اول در شبکه‌های در واقع مجازی منتشر شد، بعداً آمد نیوز برداشت. آقای قلی‌پور زم بیش از اون که توانش بود، بیش از اون که در واقع امکاناتش بود، وارد یه بازی بزرگی شد. بعد هم یه اشتباهی که کرد، سعی کرد به تمام نیروهای سیاسی کشور حمله کرد، به همه حمله کرد. این باعث شد که خیلی نتونن بازیش رو بفهمن، قابل تحلیل نبود که این دوره دقیقاً چیکار میکنه. بنابراین تحلیل‌های انتزاعی وسط کشیده شد. خیلی رول زم یک در واقع سایت آمد نیوز یه سایتی بود که سعی میکرد افشا کنه. طبیعتاً در ساختار امنیتی ایران افشا کردن کار بسیار سختیه. واضح هست که بازیچی بخشای از دستگاه امنیتی ایران قرار گرفته، منتهی به معنی نیستش که یک پروژه از طرف اونها بوده حالا برگشته ایران یا دارن ازش سوء استفاده میکنن. در مورد همین که بازیچه قرار گرفته و این شگردها، بیشتر به ما بگید دقیقاً میدونیم چه اتفاقی میفته یا نه؟ ببینید، این شگردها واقعا خیلی شخصیه، موضوعیه. ما دقیق نمیتونیم صحبت بکنیم، یه روند کلی وجود نداره. موقعی که راجع به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای صحبت می‌کنید، اینکه کدوم بخشی از وزارت اطلاعات ایران هنوز اون فیلمو داد بیرون، حداقل 3 نفر رو من می‌شناسم از 3 تا جریان ادعا کردن که ما این فیلم رو دادیم بیرون، هنوز حتی این هم روشن نیست، چه برسه ما بخوام دقیق صحبت کنیم. واقعا هستش که بستگی داره به مسئول پرونده و بستگی داره به پروژه‌ای که در واقع اون نهاد امنیتی داره دنبال می‌کنه. سازمان اطلاعات سپاه حدود یک سالی هست که داره این خط رو دنبال می‌کنه که اون پروژه نفوذی که علی خامنه‌ای گفت، آیت الله خامنه‌ای گفت، رو اثبات کنه و بگه اون نفوذی دولت آقای روحانی است. فیلم گاندو رو هم واسه همین ساخت. منطقا از این پروژه هم سعی می‌کنه آمدنیوز این کار رو بکنه. قبل از این خانم نوشین جعفری رو گرفتن، گفتن اکانت یار دبستانی مال اون بوده، این پروژه رو کلید زدن، شکست خورد. امروز آزاد شده، بله. دقیقاً همزمان با خبر روح‌العظم اون رو آزاد کردن. ببینید، ده‌ها دورخیز کردن تا حالا یکیش به نتیجه رسیده. در واقع یک بازی بزرگ از طرف اطلاعات سپاه واسه زمین زدن دولت روحانی، واسه ثابت کردن حرف آقای خامنه‌ای. حالا اینکه واقعا در مورد روح‌العظم چه جوری پیش میره من نمیدونم، اما در مورد سکوت وزارت اطلاعات من میدونم. آقای حسام الدین آشنا که از 2 سال پیش او ادعا میکرد سند ارائه نداده، از 2 سال پیش ادعا میکرد پروژه آمد نیوز برای سازمان اطلاعات سپاه، من هنوز نفهمیدم چرا چنین ادعایی میکنه. منتها این رو سکوت وزارت اطلاعات میفهم. این پرونده مال وزارت اطلاعات بود، دست وزارت اطلاعات بود، گفته میشد اصلا برخورد با عوامل منتسب به آمد نیوز واگذار شده به وزارت اطلاعات، گفته میشد در شورای عالی هماهنگی اطلاعات چنین تصمیم گرفته شده. فیلمی که وزارت اطلاعات تهیه کرد هم توسط در واقع دست سپاه پخش وزارت اطلاعات تهیه کرده بود. طبیعیه که اینجا یه رکب خورده از سازمان اطلاعاتی موازیش و طبیعیه که اینجا سکوت میکنه. آیه قلی‌پور، نظر شما چی از ضمن اینکه در مورد اون شگردها اگر شما هم چیزی اضافه کنید ممنون میشم، اینکه چه شگردهایی احتمالاً استفاده میشه برای اینکه این افراد جذب بشن، منتقل بشن یا ربوده بشن؟ من یه نکته قبل از اینکه وارد بحث بشم اینو بگم که این بحث خانه های اطلاعاتی سپاه به نظرم زمانی منتشر شد که آمد نیوز اصلا راه اندازی نشده بود، یعنی ما سایتی یا مجموعه نام آمد نیوز نداشتیم. من بخشی از تحلیل آقای در واقع دوست عزیزمون قبول دارم که در واقع یک تقابل های اطلاعاتی در بین در واقع سیستم های داخل جمهوری اسلامی وجود داره که در واقع خودش رو در بخشش رو در آمد نیوز نشون میده. به طور مشخص اگه بخوام در مورد روش های ربایش یا روش های برخورد جمهوری اسلامی یا سازمان های اطلاعاتی با مخالفین خودشون صحبت کنیم، به نظر من جمهوری اسلامی برخلاف تبلیغاتی که داره در این 40 سال اخیر موفق به در واقع
در واقع رصد یا گرفتن تومه های اساسی در برون در خارج از کشور نشده. مواردی که اعلام شد شخصیت هایی هستن که چندان تاثیرگذار در فضای سیاسی و امنیتی ایران نبودن. حتی اگر ما بحث آقای ریگی رو بخوایم مطرح کنیم، آقای ریگی در آسمان ایران بازداشت شد. حتی اگر بخوایم آقای روح الله زم رو در واقع بهش اشاره کنیم، اشاره میکنن که هدایت شد به داخل ایران. یعنی نمیگن که ما در به طور مثال در یک کشور همسایه یا در یک کشور اروپایی بازداشتش کردیم. برخلاف تبلیغاتی که جمهوری اسلامی و سیستم اطلاعاتی میکنه، به نظر من جمهوری اسلامی در ربایش مخالفین خودش چندان موفق نبوده، اما در ترورها موفق بوده. ترورهای دهه 60 70 رو داریم، به خصوص در دست کم در این دو سال اخیر ما شاهد هستیم که ترورها در اروپا، در کردستان و حتی تلاش برای یک سری حذف فیزیکی مخالفان در فرانسه یا دانمارک گزارشش رو داریم که در واقع منتشر شده و دولت‌های اروپایی هم اعلام کردن. به نظر من جمهوری اسلامی برای اینکه مخالفین خودش رو بکشه داخل در خاک ایران از هفت در واقع ابزار استفاده میکنه: فشار، فریب، تله، آدم ربایی، معامله با دستگاه‌های اطلاعاتی، بازگشت اختیاری و البته پلیس اینترپول، که در واقع الان تحلیل‌هایی وجود داره که آقای زم بر اساس شکایت و درخواست جمهوری اسلامی از پلیس اینترپول در واقع بازداشت و به ایران منتقل شده، که البته باید صبر کنیم ببینیم پلیس اینترپول در این زمینه واکنش نشون میده یا خیر. در خصوص آقای زم این هفت گمانه مطرح هستش، اما به طور مشخص الان مشخص یعنی نمیشه دقیق گفت که سازمان اطلاعاتی سپاه با کدوم یکی از این ابزارها ایشون رو به داخل ایران. اجازه بدین ما این برنامه رو با همین جمله آخر شما به پایان ببریم، برای اینکه واقعا هیچ کدوم از ما هنوز دقیق نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. شاید ماها و حتی سالها طول بکشه که دقیقا متوجه بشیم که چه اتفاقی برای آقای زم افتاده. ممنونم از شما بهنام قلی‌پور و همینطور مهدی مهدوی آزاد، و ممنونم از شما که با صفحه دو همراه ما بودید. برنامه رو روی وبسایت بی بی سی و سایت یوتیوب میتونید ببینید، همینطور میتونید پادکست برنامه رو هم در تلگرام هم در اپلیکیشن پادکست گوش کنید. شب روزتون خوش.